بسم الله الرحمن الرحیم. روزی روزگاری در سال 2016 میلادی، هیتوشی ماتسوموتو، هنرمند ژاپنی، روی کاناپه خونش نشسته بود و داشت برنامه معروف بیگ برادر، یعنی برادر بزرگ، تماشا میکرد که ناگهان ایده یه برنامه کمدی جدید به ذهنش خطور کرد. اسمش هم گذاشت داکیومنتال. هیتوشی برنامه‌شو تو ژاپن ساخت و اتفاقا خیلی هم موفق بود. مدتی بعد استرالیا و آلمان و ایتالیا و فرانسه و چند تا کشور دیگه ایده هیتوشی رو ساختن و اسمش هم گذاشتن آخرین نفری که میخنده. ایرانی هم که در طول تاریخ همیشه مردم پیشروی بودن، خیلی زود با این برنامه آشنا شدن. بعد با خودشون گفتن ما چمون از اونا کمتره؟ تازه آدمای بامزه تری هم هستیم. اینطوری شد که تصمیم گرفتیم ما هم نسخه خودمون رو بسازیم. اسمش هم گذاشتیم جوکر، یا همون لطیفه گوی خودمون. جوکر، یک مهمانی خاص. من یه چند وقت پیش لاتاری برنده شدم، سوار هواپیما شدم اونجا فرودگاه، اومدم بیرون گفتم تاکسی وایسا کنم سینما، رفتم سینما، قدم زدم دیدم اه تبلیغ کنسرت اون بالا. تاکسی یه بار دیگه بگو. تاکسی باید با تئاتر این مملکت تو آشنا بشی. آیا از کلوفتی گردنتان رنج میبرید؟ ببندم دیگه. زهر مار. عربی هم داره رانی میریزه تو دهن من. رانی بود؟ بابا خب رانی اونجا داشتی، من چه میدونم. شما شروع کن دیگه، غذا رو هضم کردن. آها، دو شبه. غذا رو هضم کن، صفرا یه لحظه بیاد. چه صفرایی درستی؟ انتخاب درستی. حسید بده خمارم. خندی من نبودم. همه چرا به من نگاه میکنی؟ من نخندیدم. وای من. بالاخره خندید. مرسی، متشکرم. یک کارت زرد تشخیص دادم که به آرش باید بدم به خاطر اینکه مشارکت نمیکنه. یکی خندید. توی من نباز. من نبودم. باور کن من نبودم. من نبودم. مطمئن باشه که مطمئن نم من نبودم. در بشین. بیا. با چقدر نخدای خوشمزه ای کرده. شکرم کن. نمک رو بده. استخونه. نه استخون نیست. نمک رو بده. آقا معصب هم من دیگه خوب شدی دیگه مقرنی بستی دیگه آقا. من اجازه دارم که جوکر تایم رو مجرد. بله بله بفهم. وای جوکر تایم تشکر. دیوونه شدیم. صورت آها صورت دپرمه. چرا چک میزنه خودشو؟
فقط صورت 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 آها صورت صورت دفرمه چرا همچه می کنم آی 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 چرا شک می زنه خودش را وای وای عالیه 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 من کش خودشو بشه باز کن بیشتر صورت بیشتر کنار دست من هومن نشسته بود و اون داشت اون میخواست به من نخنده و به نفرات دیگه خودشو میزد و من فقط صدای چکا رو میشنیدم که هومن داره به خودش میزنه یان برگشتم هومن رو نگاه کردم دیدم یه دونه زد تو گوش خودش لپش از اینجا اومد اینجا برگشت سر جاش من دیگه ندونستم نخندم یعنی دیگه چسبیدم به سقف یعنی حتی اومدم یه اینجوری هم بکنم دیدم نمیشه اصلا نشد دیگه ترکیدم اصلا برو بریم بعدی بقیه ادامه بدم باز میشه خندید؟ یعنی چشمشو یه جوری میداد بیرون آرش نزدیم تو چه مقاومت کنی در من کسی آرش نمیدیده تو نمیدونی این جوری برش کنه من میشنستم دوباره نیشو در آورده وای وای بهنام باری که الله به این خلاقیت وای وای من خیلی داشت خندم میگرفت که دیگه من کش دیدم هیچ رایی نداره باید خودزنی کنم شروع کردم خودم و زدم که نخندم و جوابم داد دیگه ولی واقعا داشت خندم میگرفت خیلی هم سخت بودم خدا رو شکر که هومن جلو من نبود که بهش ماشو میزد اگه من اون کشیده های هومن رو دیده بودم فاتحه هم خونده بود خونی نیتن ولی به نظرم جوکر تایم خوبی شد یعنی فکر میکنم شما دوستش رو باشید آقا اومد خسته نباشید آقا کارت نیورده یا ابوالفضل تو جیب عقبه کارت تو جیب نیوردی؟ به شما این که قبول کن این خنده نیست که یه از این ناخودآگاه های این یه لحظه در رفت حالا چه داره؟ دیگه نتونستم واقعا سلام الله آقای حالا چه داره؟ آخیش عباس جمشیدی فر حذف شد دمت گرم من دعا میکردم که عباس حذف شه همین یه نفر بود؟ من بکنم دو نفر بود نه بریم بریم با این خسته نباش بزن من کیف پونم بیارم برو همه چی دارم نه کیفتو باید بزن اینجا همون میزنم بله عباس بیایی من باچت کنم جا الان میاد خیلی مقاومت بالایی عباس ببخشی عزتت کردم بدونت دارم آقا بفرمو اینم عباس جون دمت گرم عباس دمت گرم دارم فراش آقای انصاری کجاست انصاری نداری برداری تو نه خدا حافظ خدا حافظ
خدا امیدوارم که هومن بخنده. جدی میگم. حداقل یه کارت زرد بگیره حالا من خوب شد. بفهم. خدا بگم چیکارت کنه هومن که هر دوتا کارت هم به خاطر تو بود. به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com. ببخشید کجا؟ باز این مشکی اینجا بفرمایید. منم دقیقا اینجا هومن رو داشتم میبینم. عباس اینجا رو ببین چی داریم؟ این همه دوربین؟ عباس جمشیدی رو بردم پایین. خب 36 تا دوربین سرگیجه میگیریم. چه زود گذشت. زامبی وارد میشه. یه چالش خیلی زیبایی داره براتون. همکاری کنید. آقا اینو نمیخوای برگردونی سر جاش؟ من چرتمو زدم. بله بله. اومدم بزنم. بله. آقا زد. دستم درد گرفت میشه. من میگم اینو بنداز سر جاش. برای سر حرفت بمون. بله بله. چند تا هیزم هم بذار روی اون آتیشه. سرد داره میشه. سردتون شده؟ آره. شامو خوردین؟ سردتون شده؟ ها؟ شامو میخورم معمولا گرمشون میشه. من میگم این چند تا ایزوم اضافه کن. باشه. دست درد نکن. آقا زاخسیاشو چوب بزن. داداش. اومد. زاخسیاشو چوب بزن. بده من چوب بزنم. اونه زاخسیا بابا. بچه ها سلام. سلام. نمیخندیم نه؟ علی آقا اومد دوباره. علی آقا بعدش هم من نمیخندیم دیگه. نمیخندیم. بفرمی همینجا بشی. بفرمی. دور هم. اومد جون بفرمی. بفرمی. علی آقا بعدش هم سنگین شدیم. ببخشید. همه همون این هم. بفرمی. بعد دیزی بستن بهمون. سیاه مجام منو فرستاد. بله. یه بازیه که نویسنده ها نوشتن، خودشون هم شاید به سختی انجام بدن، ولی ما حالا بازی میکنیم، فکر کنم بدی نیست. ماجرا به این ترتیبه که من به هومن جون میگم یه شپش دارم پش میندازه، ایشون به من میگه پش میندازه، من میگم پش میندازه، برمیگردم به شما میگن که یه شپش دارن پش میندازه. یعنی شما شپش داری؟ یعنی شپش داره. من دارم دیگه. بله بله. خب علی میگه این شپش داره. دیگه. احترام گذاشت آره دیگه جمع ایشون. همینطوری که در واقع یه شپش داره پش میندازه. یه شپش داره، همینجوری میره فرق میکنه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که وقتی برمیگرده میاد سمت من، خب حالت خوبه؟ من هر آوا، لحن یا زبانیو اختیار کردم و گفتم شما باید همون جوری بگین. شپش مال توه درست. شپش مال من. بریم. بسیار خوب. خیلی ممنون. آخر میشم از خودت بپرسم. داره تیکه تیکه میشه. نه دیگه یه شپش داره. دیگه برسه اونجا من نمیشه. مشکل نداریم. حالا بازی میکنیم فکر کنم. من خود برنامه اینجوری بودم. از اول. اینم تو به همه دادی مصری آره بود. بچه ها یه شپش دارم پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. یه شپش داره پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. یه شپش داره پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. آرش جون. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. یه شپش داره پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پش میندازه. پیش میندازه؟ پیش میندازه. یه شپش دارم پیش میندازه. پیش میندازه؟ پیش میندازه. پیش میندازه. پیش میندازه. یه شپش داره پیش میندازه. پیش میندازه؟ پیش میندازه؟ پیش میندازه؟ پیش میندازه؟ پیش میندازه؟ پیش میندازه. پیش میندازه. پیش میندازه.
خش میندازه خش میندازه یه شپش داره پش میندازه پش میندازه یه شپش دارم پش میندازه پش میندازه پش میندازه پش میندازه پش میندازه پش میندازه خندید پش میندازه 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 دردمو به کی بگم من دونه دونه شه که میگفتم لپام همه کبود شد انقدر گاز گرفتم که نخندم پش؟ از کجا آوردی اینو؟ پش میندازه؟ یه شب پش یه پش داره پش میندازه؟ پش میتوزه؟ پش میندازه؟ پش میندازه؟ پش میندازه؟ پش میندازه؟ پش میندازه؟ پش میندازه؟ پش من میتونم بخندم من خیلی خوبه پش میندازه از شانس بد من آرش نوذری افتاده بود کنار من یهو علی لکبورین یه چیزی گفت که خیلی واضح نبود ولی آهنگ همون آهنگ پش میندازه بود یا برگشت کنه فیلمه تو فیلمه حاج آقا من دیگه حاج آقا هرچی تو بگه بگه با حاج آقا حاج آقا حاج آقا من دیگه حاج آقا هرچی تو بگه بگه با حاج آقا حاج آقا مردم من احمق چرا همه تون رو نگاه میکنم من هم همین احماقت رو میکنم چرا نگاه میکنی خب باید برم یه نفر دیگر رو با خودم بیارم پایین شما چای میل کنید تا من بیام کی خندی؟ نمیدونم آرش آرش فکر کنم دوتا باشن بایسی همکونم عالی بود خیلی با نمک بود پش میندازی خیلی با نمک بود خیلی با نمک بود عالی بودی وای به عالی بودی بچه‌ها بیاین اینجا بفرمایید یه نفر یا دو نفر سیما جان بفرمایید من نمیدونم باید پخش کنم ببینیم چیه من دیگه حاجی خان هر چی تو میگه میگه حاجی خان هر چی تو میگه میگه باجا 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 خسته نباشی بینم خسته نباشی مرسی کارش نمیتونم بکنم کارت زرد دوم و سیامک داد خیالم راحت شد گفتم دیگه میرم پیش سیامک فقط میخندم کیف میکنم به به بهنام بردم چه بهنامی من انداختی بیرون خودت رفتی بیرون ببین خدا جای حق نشسته آره واقعا بهنام خودم تشو بردم پایین در خدمتتون هستیم بهنام یه بار بریم شروع کنیم بچه ثبت شد شروع یه آهنگ نبود؟ چرا؟
دل ای دل نه کلاق ندوم سیان قرقر سر کن من چون تو خوزن نیم نیاد نه همه کن بچه بچه دیوونه شدی؟ بله الو سیام جان جانم من برم سوغاتیا رو بیارم برو دارن کم میشن سوغاتیا تو دستت میرم اونجا برو اونجا کار باشتشون تموم شده آقا ول کن دیگه کار فاخر کن بابا یه دفعه تعریف کردی بچه‌ها من حرکت زیباتون سوغاتیاتون رو براتون آوردم ای بابا جانم چون سلام سیام سلام داره. من میتونم برم برای تو هم جور کنم بله و بعد از اینکه این کاکتوس این بعد از اینکه ایشون سوغاتیا رو دادن به به آقا این کاکتوس خیلی باحاله هومن جون با توجه به فامیلی خوشگلت این این لامپ علکی نیستا این بگیری دستت عالی روشن میشه شهرام جون بهترین موزا برات آوردم با شهرام داره میمیره شهرام داره میمیره بگی کیف کن کشم میاد برات بزرگ میشه چرا اینو انتخاب کردی؟ خب من اینکه گفتم یه ذره جون بگیری اما برای تو یه چیز دیگه هم آوردم این گوش پاک کن رو برد پیت استفاده کرده اینو داشته باش برای شما هم آرش جون با توجه به روحیه نازکت سنگ کلیه آلپاچینو مرسی ممنونم که جعبه داشته باشه من میبرم با خودم میذارم تو جیبم گفتم کاکتوس دوست داری این بسه درد نکنه مبارکت باشه شهرام قائدی داره با موز بر میره ما هرچی بکشی کش نمیانه هومن بغلا آنها ما سوقتی اینجوری برخورد نمی کنه شهرام یه جمله بگو الان به اصافت این چیه؟ میگم که بمنچه خاصی داره در تو رفت اصلا هومن همین بمنچگی خاصشه که دیوونه میکنه آدم چی بود خرید به نظرتون؟ لالای 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 کی بوده؟ کی بوده؟ یو ایسما ایسما متشکرم واقعا متشکرم واقعا متشکرم اون کاکتوسه که حرف میزد و هرچی میگفتی همونه تکرار میکرد جذاب بود ولی نمیدونم چرا خندیدم یه لبخندی ریز زدم که واقعیتش خنده نبود تو کارت داشتی؟ من نه یه ایمان تو موندی دیگه میدونم چی کارتون کنه از خانم خدمتتون جشنواره لوازم خانگی تولیپس از 1 آذر تا 22 بهمن برگزار میشه. در طی این مدت اگر هر یک از لوازم خانگی تولیپس رو خریداری بفرمایید در قرعه کشی یک دستگاه پژو 206 50 سکه تمام بهار آزادی و 10 تلویزیون 50 اینچ شرکت داده میشید. اون ور نرو الان دوباره خندت میگیره من نخندیدم من اصلا فراموش کردم که کجام سپندم همین کار کرد بدن اونم فراموش کرد که نباید بچه ها جوکر تایم آرش جوکر تایم آرش
تو با واسطه اونو در نیار. چش. من اومدم. دکتر اومد. واکسن زدی؟ بفهم. ردیفی مدرسه بشینید. بابا اینجا همه امرونه هم میکنم. نخیر یک دو سه چار. من نمیم ببینم. سندلی. سندلی رو بر نگرده. سندلی یک دو سه چار. جوکر تایم من. حالا ببینیم با هم. تا موقعی که ازتون نخواستم صحبت نمی کنید. بله. لطفاً. شروع شد. تو من تو امروز میخوام بهتون تأثیر نمودار گرانی بر بدن انسان رو بهتون یاد بدم که گرانی با بدن انسان چیکار میکنه. اون مرغ رو دیدید که پرش ریخته، حالا روی انسان چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید. ببینید نمودار گرانی روی پاها و دستها به حالت به من نگاه کنید. بله بله خواهیش. به حالت بعدا شما باید اینو اجرا کنید. به حالت برف پا کن، دست و چپ راست بالا با پایین میشه. حالا من یکی از گرانی ها رو و همراه با صدایی هست به اسم آی وای، یعنی چرا؟ چرا اینقدر گرانی هست؟ وای 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 چقدر گرانی؟ بر اساس اون گرانی یه مقدار صدا بالا و پایین میشه. حالا من اولین گرانی رو به شما نشون میدم. بچه شهرام، شهرام فکر کنم خیلی خوشمزه بود. خوشمزگی همراه با درد، درد نگه داشتن خنده. ببین واقعا درد داره نگه داشتن خنده. گنانی مسکن. وای 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 گنانی خود رو. وای 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 شما جانم. بله چشم. الان گرانی باد و پنیر رو با هم بیا. با هم باد باد بود پنیر پنیر. من که نمیخندم. بی خودی تلاش بیهوده نکنم. باد این باد 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 وای 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 باد وای وای باد وای پنیر وای پنیر. بگو باد کجا؟ وای وای باد باد ماشین باد ماشین. وای پنیر وای پنیر. مسکن 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 وای مسکن. وحید وحید وای مسکن. وای باد پنیر مسکن با هم. بفهم من برم پایین. بله بله چون بپنیم باد پنیر مسکن با هم. یه بار دیگه میشه توضیح بدم؟ باید پنیر مسکن با هم برو. چه؟ گرانی باد، گرانی پنیر، گرانی مسکن با هم برو. وای 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 پنیر پنیر باد وای مسکن باد مسکن بیشتر بیشتر
بیشتر موبایل دیگو دیگه باده مرده بای باده مسکن نه باده مسکن مسکن که باده نزمش وای 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 پنجره رو بکنی باد میاد دیگه برو بشی آفرین شهرم آفرین بیا بیا برو برو من؟ تو نمیگم که اونو میگم باد پنیر باد پنیر رو تو باید الان برو چیو برم؟ باد پنیر گرانی خودرو گرانی خودرو امداد غیبی بود من اون لحظه نخندیدم هنوزم باورم نمیشه وای وای خودرو گران شد نه وای 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 مسکن برو و ماشین و باد باد نه عزیزم بلد داره کباده میزنه نه داره این کارو میکنه نخنده بایی وای این قرار رو کردن خنده آره وای وای این گرانی فکر کنم تشکیلات عروسیه چرا به گرانی باد مسکن پنیر خودرو با هم چرا باد که این وای وای باد گرون شد وای باد گرون شد وای آرش شوخی میکنی با ما؟ چی الان؟ یعنی چیه؟ مسکن؟ نه مسکن خیلی شدید آرش کمدین بانمکیه ولی چه کاری بود آرش؟ پنیر گرون کن مسکن پنیر مسکن باد پنیر مسکن این بود چرا نگاه میکنی؟ دوستان خیلی ممنون از مشارکتتون الان وارد مراحل سختری شدیم از اول دیده شده که بعضی از دوستان با فشار دادن انگشتاشون روی لپای مبارکش جلوگیری میکنن از خنده بله. از این به بعد دیگه نداریم این کارت میگیره بله. این حرکت کارت میگیره بله. این یک مسئله دوم اینه که برای ورود میهمان عزیز من که دعوتشون کردن دعوت منو پذیرفتن آماده بشید تطبیقشون کنی بله. و دیگه باشون همکاری کنید بهتون خوش بگذره آرش اجرا کرد تموم شد شهرام برگشت من نگاه کرد گفت چقدر جوکر تایم بامزه‌ای بود چرا نگاه میکنی؟ خیلی خوب من دقیقا گفتم آره واقعا جزء کارهای بسیار قوی بود خیلی خنده دار بعد رفتیم یه خود جلوتر دوباره آرش من نگاه کرد خیلی خوب این شد یه دفعه من دیدم آقا من راجع به جوکر تایم آرش نوذری این شکلی داریم ما اظهار نظر میکنیم داره باعث خنده من میشه من تو حالا همون که اومد بله چرا تا میکنی اون بر آقا این گوش باکنه برد پیت هم ببر بس خود در پیتت بابا این گوش باکن کلی میارزه شهرام کجاش میارزه؟ کدوم ورش؟ این ورش بیشتر میاد اون ورشو کی استفاده کرده؟ اون ورش هم برد پیت استفاده کرده ولی اون ور گوشش تمیز بوده الکی چرخونده آقا شاپوری که وارد شد واقعا تمام این خاطرات کودکیمون اومد
جلو چشمون. آقا شاپوری. آقای شاپوری. به به استاد شاپوری. قربونتون برم. باور نمی‌کنم. من شوکه شدم. الهی قربون منم شوکه شدم. از بچگی من صدای این هلیکوپتر آقای شاپوری و این تقلید صداش تو ذهنم بود. دیدم یه اومد تو. یادم رفت دیگه همه چی. این بهترین سورپرایز بود برای این مهمونی. چطوری عزیزم استاد؟ عزیزی دارین شما؟ آقای شاپوری خوشحالم میبینم. تاج سری، تاج سر. برام یه حال نوستالژی داشت. دیدمش که هنوز سلامت و سر پاله. خیلی خوشحال شدم. بچه شما دوست بریم بالا. بچه ها کسایی که کارت گرفتن اومدن پایین نمیخوان ملحق شن. من شاید خودم هم برم. شما بریم بالا. بریم. بریم. بفهم. آقای شاپوری. سلام علیکم. سلام مجدد. سلام علیکم. سلام علیکم. شاپوری اومدم با یه گفتم نمیتونم بگم. حالش خوبه؟ چطور دیدی؟ خیلی خوب. سلام علیکم. عزیزم. چاکریم. قربونت برم. اینجا از نزدیک شما رو ببینیم و کیف کنیم. قربونت برم. خدا نکنه بفهم. عزیزم بفهم. بفهم. قربونت برم. آقا کجا بشینی؟ بغل بقایای ستاره. بشین. میخوام لذت ببرم. بله بله. تو بلدی لوپدو باد کنی؟ خیلی ممنون، خوش گذشت. بله شما لپ اون که هلیکوپتر در میون لپ تو باد کن. اینم کم خوب بد نه خوب بود. بله چیکار کنم؟ لپ رو باد کن. آها متشکرم، خواهش میکنم بیشتر از این ادامه ندیم تو هم که خواهش متشکرم. قربون تو برم. دست شما در نفر. خیلی لپه. بادش هم بادش هم ای پاسر تو بیا. بیا سامان جان خیلی ممنون. من نوبتی خیلی خوب. نه تو داری اذیت میکنی منو. نه لپه بین اینجوری باد میکنه نگاه کن. آه اوف اه اوه اوه چجوری آخه یه لپشو فقط باد کرد. نشستیم حالا آقای شاپوری هم داره میگه که لپا رو باد کن. قیافه های لپ باد کرده رو دارم میبینم. نه باد بلم بلم تازه فقط لپشو باد کرد. کاری نکرد. من دیگه صورت آقای شاپوری رو اون لحظه دیدم که لپاش بسیار حجیم شده بود. دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و رفتم پایین. خیلی متاسفم. گیر دادی آخه بابا نام. گیر داد به تو خودش خندید. اونم خندید اینم خندید. نه وعید اول وعید رفت. وعید رفت. ایشالله که هر دومون باشیم. من فکر کنم جفتتون با هم شدی. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خندیم یا نخندیم؟ چطوری؟ بخندم عزیزم. خیلی ممنون دعوته. من در قبول کردیم. فدات شما. یا الله. فدای شما. قربونت من. بفرمایید. اتفاقی افتاد مسکاره؟ بله 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 بله. اتفاقی افتاد. به افتخار حضور شما یه اتفاق عجیب غریبی افتاد. این باد کردن لپ و اینا موج فراگیر یه اتفاق خیلی جالب بود. خب تشریف بیارین دم این در آوردی گفتم. خب در بد به ورود آقای شاپوری یکی از دوستان خندید که ما در واقع اول چیزی نگفتیم که این ماجرا برگزار بشه ایشون بیان تو و بعد اول ببینیم کی خندید. Thank you.
اوه جام کرد وای وای در بعد به یهو یادش افتاد سر لوبات کردن حالا الان که میتونیم باشین دیگه کف بزنیم به افتخار به افتخار آرش کیک نمی کرد آرش نبود خدا گری با من که خندید ببینیم کیه من معلوم نیست من زردی شدم داره فرار میکنه هیچی آقا هیچی آقا بدی نبود آقای شاپوری یه سر بیتر میگوید سردم مبارکی شما باشه خب بچه ها به افتخار آقای شاپوری با نمک بود دیگه اولم دیدمش خندیدم خیلی غیر ارادی بود دیدمش یه دفعه فلش بک خورد ساله گذشته و دیگه یه لبخند اومد به لبم هممونم باد کردیم من باد کردم اونم باد کرد ولی اینقدر با نمک بود لپش یه جوری باد میشد که سه نفر تلفات دادیم از اینکه حذف شدنم اونجوری بامزه بود خوشم اومد غمگین نشدم هرچه پیش آید خوش آید تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. تلویکا. یعنی بچه ها من نخندوند در اصل آقای شاپوری و سیامک منو بازوندن. اینجوری بگم بهتره. الان میتونیم بخندیم سریع باد کن تو رو خدا به شرطی که بخندی دیگه آره میخندیم به خدا اونجوری نه یکی بیفته اون باد کن بخندیم راهنما میزنه عزیزان امشب چند تا آیتم براتون فراهم کردم به به آیتم تقلید صدا افکت و فلان اینا با هم دیگه یه حالی بکنیم کیفی بکنیم لذت ببریم آقا خوشحال می‌شم چطوره از خدا اون بفرمایید آقا میوام استیج بدیم بفرمایید قربونت برم تمنام قربونت برم بفرمایید آقا بفرمایید دلمون برای هنرنمایش هم تنگ شده بود مجسم کنه تو یه سالن کلاس موسیقی دو ردیف آقایون 10 نفر روبروی همدیگه نشستن دستشون تنبک یا ضربه معلم موسیقی هم وسط تو این کلاس به صورت امتحانیه سوال و جوابه 10 نفر میزنن روبروی جواب میدن یا 1 نفر میزنه روبروی جواب میده ریتم بعدی آقای شاپوری درجه یکه یعنی یک زمانی این کارو میکردن که هیچ کس اصلا به فکرش نمیرسه فکر میکنم نسل من خیلی خاطره داره از اجراهاییش عشق جاودان یک اثر رمانتیک از سینمای هند عشق جاودان خب بزن دیگه دست با علکی علکی شوخی نه دوستی نهی دارنگه
دارن که زمکر زیرا ساچه ناچارن که یکی اون هندی خوندنشون، یکی صدای هلیکوپترشون همیشه تو ذهن من هست. مرسی. من دارم میام بالا، فعلا آزادید. اون صحنه برام خیلی 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 تحملش سخت بود. خدا وکیلی من خیلی خوشخندم، خیلی خوشخندم، مدال باید بگیرم. به 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 به، به افتخارشون. آقا من یه درخواستی دارم جون دلم. صدایی رو شما تقلید می‌کنی، صدای هلیکوپتر بود. این در واقع خاطره هم نسلای منه، فکر می‌کنم جیمون هست. بله بابا اصلا من اجرا کردم. من میتونم درخواست کنم که این اینو داشته باشیم؟ خواهش می‌کنم. شما امر بفرمایید. خواهش می‌کنم، اختیار دارید. خواهش می‌کنم. بدون هلیکوپترم که نمی‌ذاشتیم بره. و سیامک گفت که هلیکوپتر رو بیا. آخه جانم. یه کف مرتب. دست گلتون درد نکنه. خیلی ممنون. به به به. من یه درخواست شما بفرمایید اینجا. آیه شما. این دکمه سبز رو می‌زنی؟ شما لطف بفرمایید صدا هلیکوپتر رو در بیارید. معلوم میشه بعداً مثلا نه نه. یکی در بیاره. نه نه، در آوردن دیگه. بفرمایید بالا. من نفر دوم در رو نه 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 آقای قائدی رفتم روی صحنه، گفت صدای هلیکوپتر، تمام توانم رو جمع کرده بودم که فقط بگم اول هومن صدا رو در رو، چون میدونستم همین بگم نگه دگه همین بگم نگه دگه 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 دیگه تمامه. شما بفرمایید بالا پلوشون بعد که احساس تنهایی شما نکنیم. بفرمایید. اول هومن داره؟ نه نه نه. بفرمایید. عادی بود. من چون گلوم یه ذره باز نیست. در بیا. نه نه. هر صدایی از خودت در آوردی ما به عنوان هلیکوپتر قبول می‌کنیم. بچا دست بزنیم به افتخار شهرام. هومن هومن اینه این بچه مدرسه. یعنی عباس خدا تو رو سه تا خلافه. خلافای مدرسه هم ریور اجازه بدیم به اون چیزی که عباس گفت فکر کن که چرا چرچات رو اینجوری میکنی؟ نه، برام صدا ما چیست؟ باشه باشه، صدا تو آماده کن. بفرما. شهرام به اون ماجرا هم فکر کن. حالا میگم ها. بریم. جان؟ خدمت شما دست بزنی به افتخار بولون بالا خواهش من نمیشه که آنها تو میکروفون داشتم توف میکردم همه چی
نفس متشکرم. خیلی نفس میکنم خدایی. صدا فرغون میده. ولی قشنگ توف کردم توش رو. آمین. اسب این عزیزم. هلیکوپتر. هلیکوپتر من صدا اسب میده. گوش کن. و یکی از کمدی هایی که من میشناسم کمدی پارادوکسه. یعنی همه منتظرن که تو صدای هلیکوپتر داری ولی صدا اسب در میاری. از اونجا به بعد شهرام دیگه تو صورت من نگاه نکرد. آنچه در قسمت بعد خواهید دید. جانم گوشه بده به سیامک خودمم. مرغایی که میخوان تخم بذارن اینجوری میکنن. نکن این کارا رو. حلخ حلخ دستم محمد این شعر رو بیار. محمد با شعر رو بیار دیگه. ایمان احتمالا اول میشه. آی نسیم دیدی ترس نداشت پاششم. هلیکوپتر آقا شاپوری خون از شانه محمود میپاچی و به صورت ایرج میخورد و اینجا ما سر خر نیستیم. نوبت ما بود. حالا میخندید یه کارت میگرفتی. اه راست میگی. خندید خندید تو خندیدی؟ بچه ها ببینی؟ بین این همه چرا چشات رو من گیره؟ اگه چش تو چش بشیم با هم نفس گیره. من نگاه نمی کنم تو چشمای تو که شوخی شوخیه و خندمون نگیره. خاطرات مشترک داریم هزار هزار، حتی یکیشونم اینجا یاد من نیار. این فقط یه بازیه که توش نخندیم، اما یه جا خنده دیگه میشه انفجار. من که پای همه عداهاتم، کشته یه دیوونه بازیاتم. نگو که عاشق خنده هامی که منم عاشق خنده هاتم. پس آدم باش با هم راه بیا نامرد، این برا گهگاه بیا زن نیا. هوا داره خندم میگیره، تو رو خدا کوتاه بیا. برو اونور دیوونم کردی تو لپم جال افتاد. آها تو بکن تو کفشای من، دیر نره دیگه قدمت رو تخم چشمای من. بته اصلا در بیار جلو همه عدای من. جنبشم دارم، قول میدم که در نیاد صدای من. من چرا نگاه میکنم؟ زعفرون میریزم تو چای تو. بابا پاچید یک میگم برای بابای تو. آخه این چی پوشیده؟ شلوار دامادیم برای تو. نچست به من، امتحان تم میدم جای تو. خجالت بکش. من که پای همه عداهاتم، کشته یه دیوونه بازیاتم. نگو که عاشق خنده هامی که منم عاشق خنده هاتم. پس آدم باش با هم راه بیا، بیا. این برا گهگاه بیا نکن. بابا داره خندم میگیره، تو رو خدا کوتاه بیا. خنده محدود به هیچ زبون و نژاد و مرزی نمیشه. وقتی میخندیم یعنی ما با هم دوستیم. ما به هم میخندیم تا شما با هم بخندیم.